السلام علیکم بینندگان گرامی با توجه شما برنامه اطلاعاتی پیغام اینک در برنامه ما تماشا کنید. با مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و 30 سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در کاخ فرهنگ شهر پنجکنت جمع آمدی تنتنوی با برنامه ایدانه کنسرتی برگزار کردید. در کاخ فرهنگ با اشتراک رئیس شهری پنجکنت خالق زاده عبدالخالق بخشیده به 30 سالگرد اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمع آمد تنتنوی دایر گردید. نخست سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داد. سپس رئیس شهری پنجکنت خالق زاده عبدالخالق به سخن برآمده عید اجلاسه فراموش ناپذیر ملت و خدمت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان سخنرانی نموده از جمله افزود. اجلاسیه در تحکیم پایه های استقلالات دولتی نوینی تاجیکان خاتمه گذاشتن و جنگ شهروندی و روند صلح و وحدت در سرزمین تاجیکستان نقش خیلی بارزی گذاشت. ما از همین اجلاسیه بود که منفیت های عمومی ملی بالا گرفته قوه های سالم جامعه گرد حکومت قانونی متحد گشتند. رسالت تاریخی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری باز از آن عبارت است که ساختار کنستیتوسیونی را برقرار کرده خطر پاش خوردن تاجیکستان را از بین برد، سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشورمون را معین نمود. خلق تاجیک با دستگیری و راهنمایی های پیشوای ملت سرور خود محترم امام رحمان با فردای درخشان با دل پر رهسپار گشته با امروز نیک این ایام بنیادکاری ها رسید. یعنی اجلاسه تقدیرساز با استقلالات دولتی ما در یک سطح و در یک پایه قرار دارد. اگر اعلامیه مستقلیت و موجودیت دولت را با نام تاجیکستان اعلان کرده باشد، اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان دولت تازه استقلال ما را از پراکنده شوی امین داشت و ملت کهن بنیاد تاجیک را از گرداب نابودی رها بخشید. پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امام رحمان تاکید می نماید که اجلاسه 16 شورای عالی با تقاضای تاریخ نه تنها طفل در گهواره بوده استقلالیت را نجات داد، بلکه تقدیر آینده او را معین ساخت و تاجیکستان تازه استقلال را به سوی جامعه مستمدین و ارزش های والای بشری هدایت نمود. اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان واقعا انجمن آرمان های ملت صلح و وحدت اعمار دولت کرده محض در همین اجلاسه سرنوشت منبعه دولت ملی و صاحب استقلال تاجیکان طرح ریزی معین و مشخص کردید و به سوی هدف های بزرگ عمومی ملی آرامی و امنیت، صلح و وحدت، حفظ یکپارچگی مرز و بوم و دولت قدم های استوار گذاشته شد. امروز ما در آستانه جشن فرخنده 30 سالگی اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. نهال امید بخش ما امروز 30 ساله شد، پیوسته نشو و نما یافت، سرسبز گردید، حاصل فراوان آورد و سرچشمه سرسبزی های تاجیکستانی صاحب استقلال گردید. آرزو داریم تاجیکستانی صاحب استقلال بیش از پیش آباد و مردم عزیز خوشبخت باشند. بگذار کشور ما با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ترقیات و گلگوشکوفی دائمی برسد. از جانب بخش فرهنگ شهر پنجکنت بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برنامه کنسرتی نمایش داده شد. ادامه این موضوع در کارخانه و تشکیلات ها جماعت های دهات با اشتراک نمایندگان مقامات دولتی به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان جماعت های باشکوه ایدانه دایر کردیدند. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. در مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین با مناسبت 30 سالگرد اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اشتراک معاون سردار ریاست نظرات سودای
агенти Тоҷикстандарт назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шерализода Сӯҳроб, сармутахассиси раости Назорати Савдо Нурулоев Сироҷиддин, роҳбарият ва кормандони Маркази Ташхиси Минтақавии Тоҷикстандарт ҷамъомати пуршукӯҳи Идона баргузор шуд. Мавзӯъ зикр аст, ки ин ҷамъомади бошукӯҳи Идона дар як толори хеле зебову музайян бо насби шиору овезаҳо, аз ҷумла лавҳаи аз қасри арбоб то қасри миллат бо аксҳои баргузории иҷлосаи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, рисолати таърихи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муъаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди кишвар, таъмини амну субути ҷомеа ва дигар тадбирҳои иттилоотию тарғиботӣ баргузор гардид. Ҷамъомади тантанавиро сардори Маркази Ташхиси Минтақавии Агентии Тоҷикистандарт дар шаҳри Панҷакент, Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло Ҳусни оғоз бахшид. Муовини сардори раисти Назорати Савдои Агентии Тоҷикистандарти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шерализода Сӯҳроб ба таваҷҷӯҳи ҳозирин паёми шодбошӣ роҳбарияти Агентии Тоҷикистандартро бахшида ба 30-умин солгарди иҷлосаи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қироат намуд. Сипас сардори Маркази Ташхиси Минтақавии Агентии Тоҷикистандарт дар шаҳри Панҷакент, Ҳабибзода Умедҷон Лутфулло пиромуни таърих ва нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рисолати таърихи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар равандҳои ободонии кишвар ва таҳкими пояҳои давлатдории навин маърузаи муфассал намуда, ҳозирин кулли мардуми кишвар, вилоят ва шаҳри бостонии Панҷакентро ба ифтихори 30-умин солгарди иҷлосаи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику муборакбод намуд. Намояндаи шӯрои шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон, кормандони масъули Маркази Ташхиси Минтақавии Агентии Тоҷикистандарт дар шаҳри Панҷакент зимни суханрониҳои хеш бори дигар ба нақши таърихи иҷлосаи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми арзандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муъаззами миллат дар пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда, иштирокчони ин ҷамъомади тантанавиро бо ин санаҳои фархунда самимона табрику муборакбод намуданд. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил ва омодагӣ ба кишту кори нав тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. сокини шаҳри Панҷакент, саҳмдори хоҷагии деҳқонӣ ба номи Мирзо Бобо Қиёмов, Мероҷиддин Раҷабов, солҳост ки бо кишоварзӣ машғул аст. имрӯзҳо ӯ бо истифода аз ҳавои мусоид бо аъзоёни оилааш ба ҷамъоварии ҳосили кишти такрорӣ, яъне сабзӣ, машғуланд. ёдовар мешавем ки хоҷагии деҳқонӣ Мирзо Бобо Қиёмов аз 38 ҳисса замин иборат буда, дар кишти аввал Раҷабов 14 тонна картошка ҳосил ҷамъоварӣ карда буд. Мероҷиддин Раҷабов ва дигар кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонӣ шаҳру деҳоти Панҷакент ҳосили ҷамъовардаро сари роҳ гузошта, онро ба харидорон бо нархи дастрас ва нисбат ба бозор арзон мефурӯшанд. ҳамин ҷои ҳама ҷош куди 38 сол бо кишти аввал картошка. акнун имсол ҳаво гарм омад, ихтир назам меха мешуд, як 12-14 тонна такрори сабзӣ кор дидед. дина 30 нафар камдан ин пали болуа сми бистени мон ҳамеша якбора бадодам халадинива дору хай мехарем дору қимада мисол гиан азоб дод дору нархаш қиматикару азоб шуд монба лекин оби ҷо назем оба проблема нашуда осноки назем бале ёх нед метиад накуне наметиад замин ба гап амин пӯрӣ беша вақташ бидодам дар кор
باید قید نمود که برای تأمین مواد آذوقه‌واری در کشور در قطار دیگر کشاورزان جمهوری سهم دهقانان شهر و دهاتی پنجکن نیز نظررس بوده پیوسته کوشش می‌نمایند تا از هر یک وجب زمینی در اختیار داشته‌شان ثمرناک استفاده برده محصولات‌های خوش‌صفت و ارزان را که ثمره محنت شبانه‌روزی‌شان می‌باشد به بازارهای داخلی و خارجی کشور به فروش گذاشته دسترسی خریداران می‌نمایند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان زمین سخنرانی خیش همیشه تاکید می نمایند که باید مردم تجربه استفاده سمرانوک و اقلانه زمین را بلند برداشته. حاصل دلخواه به دست آرند و بهر تأمین امنیت آذوقه‌واری در کشور صادرات محصولات کشاورزی سهمی ارزنده گذارند. با اقدام اهل خانواده، فرزندان و پیوندان، همکاران در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکنت به یاد بودی سابق سرور این تعلیمگاه آمیزگاری شناخته نطاق خوشصدا نازیرا گدایوا مسابقه شاهمات تحت عنوان او کودکان را دوست می داشت برگزار کردید. او کودکان را دوست می داشت. تحت همین عنوان از یکم تا دهم نوامبری سال 2022 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکن به یاد بودی سابق سرور این تعلیمگاه آموزگاری شناخته نطاق ورزیده تلویزیون سیمای شهر پنجکن گدایی و نوزیرا حبیبونا یکمین مسابقه شاهمات با اقدام رئیس فدراسیون شاهمات شهر پنجکن رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان معظم خان انصاری صاحبکار شریفوف اسفندیار فرزندان شادروان فرنگیس دولتجان و همشیرهشان محبوبه حبیبی هیئت آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 مسابقه شاهمات بازی با نظام شویسری برگزار گردید که در آن 42 نفر مکتب بچگان شرکت ورزیده غالبان با تحفه و افتخارنامه ها سرافراز گردیدند. مسابقه را هیئت داوران شناخته راهبری نموده از بین غالبان 14 نفر را انتخاب کردند. برای بینندگان این برنامه یاد بود تاکید می سازیم که شادروان نازیرا گدایی و سنه نهم ایلی سال 1967 در شهر پنجکن در خانواده چهره شناخته حبیب گدایوف چشم به عالم هستی کشاده پس از ختم مکتب میانه رقم 1 و فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی خوجند فعالیت آموزگاریش را از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 آغاز بخشید او در این دوره فعالیت در رشد معارف شهر پنجکن سهمی ارزنده گذاشت سال 2000 نازیرا گدایی و سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 و سال 2005 تا لحظه های واپسینی حیات در وظیفه مسئولیتناک معاون اول مدیر شعبه معارف شهر پنجکن فعالیت پرثمر خویش را انجام داد طوری در بالا اشاره شد نازیرا گدایی و در تلویزیون سیمای شهر پنجکن نیز فعالیت نطاقی را همچون سخنگوی ورزیده ادامه بخشید که عین زمان در بایگانی تلویزیون سیما ده‌ها نوارها با صدا و صورت زیبای این بانوی شناخته حفظ می شوند. با امر تقدیر پس از بیماری طولانی شادروان نازیرا گدایی و 24 فوریه سال 2006 در سن 38 سالگی این عالمی فانی را پدرود گفت. آموزگاران راهبریت شعبه معارف آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 و اهل خانواده پیوسته از شادروان به نیکی یاد میکنند. مسابقه شاهمات بازان برای یادبودی نازیرا گدایی و جنبش شد. در یک فضای تنتنوی از طرف یکی از استادان شاهمات
استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان نعمت‌جان کامیلوف و دیگر تشکیل کنندگان این مسابقه با 14 نفر غالبان این مسابقه که با دریافت جایهای یکم، دویم و سیوم شرفیاب شده بودند افتخارنامه ها، سپاسنامه ها و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. مورد ذکر است که نظیره قطعی و در برابر آموزگاری و نطاقی و تالیف شعرها نیز مشغول بود. یکی از شعرهای او نام عاشق زندگی را داشت. در این شعر چنین سطرها را او با یک احساس بلند تاکید کرده است: زندگی را دوست می دارم، دوست داشته می میرم من، بحر دوستان مهر داده عاشق می میرم من، ام اگر کوتاهی کرد با کینه شاد من، شکر گفته هر زمان وردی زبان می میرم من، بعد من یادم کنید، یادم کنید ای دوستان، زندگی را دوست داشته می میرم من. واقعا نامی چنین بانوها با مثل نظیره گدایی و همیشه وردی زبان خواست و چنین انسانها را همکاران، دوستان، پیوندان و عزیزان هیچگاه فراموش نخواهند کرد. تربتش از فیض حق معمور باد، خوابگاهش جاویدان پر نور باد. ای مادر سری خاکت بمیرم، برای خاکی غمناکت بمیرم. بینندگان عزیز، یادرس می شویم که از جریان مراسم یادبودی شادروان نظیره گدایی و برنامه مفصل نمایش داده می شود. بینندگان عزیز، در همجا برنامه ترویتی پیغام با پایان می رسد. برای هر یک شما سلامتی و سربلندی را خواهانیم. خیر.